أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من بكى على مصائب هذه البنت كان كمن بكى على اخويها الحسن والحسين. وقال الحسين عليه الصلاة والسلام: يا اختا لا تنسني في النافلة الليل. وقال السجاد عليه الصلاة والسلام: ان عمتي زينب مع تلك المصائب والمحن نازلة بها في طريقنا إلى الشام ما تركت تحجدها لليلة. صلوات بلند ختم نماید. اوصیکم و نفسی به تقوى الله یا عباد الله. نخست سال روز وفات دخت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، حضرت زینب کبرا را به محضر قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه محبان و دوستداران اون بانوی بزرگ و شما حضار محترم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خطبه اول را پیرامون شخصیت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که سال روز وفات ایشان است اختصاص می‌دهیم. حدیثی که از زبان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما قرائت نمودم بیانگر جایگاه زینب است، که زینب از چی جایگاهی در پیشگاه پیامبر برخوردار است و از چی جایگاهی در پیشگاه امیرالمؤمنین برخوردار است و از چی جایگاهی در پیشگاه مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها برخوردار است و از چی جایگاهی در پیشگاه امام حسن و امام حسین علیهما السلام برخوردار است. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من بکا على مصائب هذه البنت، هر کی گریه کند بر مصائب این دختر، یعنی زینب کبرا سلام الله علیها، کان کمن بکا على
اخویها، بود از مانند انسانی که بر امام حسن گریه کرده است، بود از ثوابش مانند کسانی که بر حضرت سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام گریه نموده است. حال این شخصیت را، این وقار را، این بزرگواری را، این شجاعت را و این عظمت در پیشگاه خدا و در پیشگاه رسول را و این بزرگی را که گریه کردنی برای او مانند گریه کردن امام حسن است و مانند گریه کردن امام حسین علیهم السلام است، زینب کبرا از کجا کسب نموده است؟ اول این است که زینب شاگرد 4-5 معصوم است. اگر انسان یک ساعتی، یک روزی، یک هفته ای، یک ماهی، یک سالی خدمت یکی از شخصیت‌های بزرگ باشد، خدمت یکی از عالمان دین باشد، خدمت یکی از مراجع تقلید باشد، این آدم با خود می‌بالد و با خود افتخار می‌کند و نسبت به دیگران افتخار فروشی می کند که من یک سال در خدمت فلان مرجع تقلید بودم، یک سال از فیوزات و انفاس معنوی فلان عالم دینی استفاده کرده ام. زینب کبرا سلام الله علیها را می بینیم که همنشین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بوده که نام زینب را پیامبر بزرگوار اسلام برای این دختری علی و دختری زهرا گذاشته است، شاگردی کرده است پیش پیامبر بزرگوار اسلام، در دامن پیامبر نشسته است، بالای زانوهای پرمهر پیامبر نشسته است. پیامبر گونه مبارک حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را بوسه زده است. پیامبر از اون علم لدونی که داشته است به سینه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها انتقال داده است. حالا فضل را، کرم را، علم را، شجاعت را، حلم را، صداقت را، امانت را، سعی صدر را حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است. از آن که بگذریم که زینب چند سالی یا چند سباهی در دامنی پرمهر حضرت پیامبر بزرگوار اسلام رشد و نمو نموده است، پیامبر او را به بغل گرفته است، صورتش را بوسیده است، معصوم دوم حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مولای متقیان، ولی خدا، وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زینب کبرا در مکتب امیرالمؤمنین بزرگ شده است. زینب کبرا دختر امیرالمؤمنین است. زینب کبرا شاگرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که فصاحت و بلاغت و صراحت در کلام را و همچنین تقوا و شب زنده‌داری را حضرت زینب کبرا از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسب نموده است و کمائی کرده است و ذخیره نموده است.
سومین معصومی که زینب کبری سلام الله علیها به دامن او بزرگ شده است، به شکم او رشد و نمو نموده است و او حجتی بر همه ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام است. او آبروی دارد که وزنش از وزن جهان طبیعت و جهان ممکنات بیشتر است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این زینب که این عظمت را پیدا نموده است، این زینب که گریه کردن برای او مانند گریه کردن برای امام حسن و امام حسین علیهم الصلاه و السلام است، که عفت را، پاک دامنی را، وفاداری را، مادری را، قناعت را از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آموخته است، در مکتب او بزرگ شده است. همونطوری که فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید من در زندگیم از امیرالمؤمنین چیزی نخواستم که در توان علی نباشد، او برای من با مشقت او را به دست بیاورد و تهیه کند. یا در زندگیم امیرالمؤمنین را به غضب نیاوردم، سه شبانه روز نان شبم را به سائل دادیم، برای امیرالمؤمنین چیزی نگفتیم، برای مولایم چیزی نگفتم، تا اینکه ضعف و فتورت عارض شد بر اجسام امام حسن و امام حسین امیرالمؤمنین علی علیه السلام. او وقت سوال کرد، من خدمتش عرض کردم بچه ها سه شبانه روز است غذا نخورده است. وقتی این را گفت، علی روانه شد، روانه بازار تا غذا تهیه کند، نان تهیه کند، برای زنش، برای فرزندانش بیاورد. این زینب کبری در دامن همچو زنی بزرگ شده است که وفا را، صداقت را، امانتی در خانه را، مادرداری را، خانداری را از مادرش فاطمه زهرا یاد گرفته است و آموخته است. و همچنین حضرت زینب کبری شاگردی امام حسن را نموده است، در مقابل امام حسن نشسته است، در مکتب امام حسن تربیت شده است، گذشت و ایثار و صبر و شکیبایی و حوصله و سعه صدر را از برادرش امام حسن علیه السلام آموخته است. شجاعت، رشادت، پایمردی در مقابل مشکلات دنیا را، وفاداری را از برادرش حضرت امام حسین علیه السلام آموخته است. این زینبی که با خدایش عهد کرده است که من تا زنده هستم از برادرم جدا نمیشوم، یک ارتباط خاصی بس بین حضرت زینب کبری سلام الله علیها و حضرت سید شهدا علیه السلام وجود دارد که این ارتباط بین هیچ کی نیست، بین هیچ کسی این نوع ارتباط وجود ندارد. روی همین جهت است که حضرت امام حسین علیه السلام وقتی به طرف میدان می رود، خواهرش را می طلبد، خواهری عزیزم، زینبم، تا من زنده هستم صدای شما به گریه بلند نشود، وقتی من شهید شدم مسئولیتی زنان
و اطفال به دوش شماست. از این بزرگتر و عمیقتر و سنگینتر و دقیقتر مسئولیت پیام خون شهدای کربلا با عهده شماست که شما در هر منزلگهی که میرسید باید حق را افشا کنید، باید غبار را از چهره حق بروایید. چه در کوفه میروید، چه در شام میروید، چه در مجلس ابن زیاد میروید، چه در مجلس یزید میروید، برای مردم ابلاغ کنید که ما کی هستیم. چون یزید و دار و دسته یزید و حکومت یزید اینطوری ابلاغ نموده بودن بین مردم که ما علیه خارجی ها قیام کردیم و جهاد نمودیم. لذا از همین زینم امام حسین علیه السلام تقاضا دارد. ای زینب چقدر بزرگ است، ای زینب چقدر عزیز است، ای زینب چقدر آبرو دارد در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی که شخص مانند امام حسین علیه السلام از او تقاضا می کند. یا اختار خواهر عزیزم، لا تنسنی فی صلات اللیل، هوش داری برادر تشنه ادرا، برادر شهید ادرا، برادری را که سرش را از قفا از بدنش جدا می کند، در نماز شبت فراموش نکنی، حتما در نماز شبت مرا دعا بکنی و از شما التماس دعا دارم. شخصیت زینب کبری سلام الله علیها است. امام سجاد علیه السلام میگه وقتی لشکریان یزید و دشمنان اهل بیت پیامبر و دشمنان اسلام آمدن تا خانواده رسول الله را و آل الله را به اسارت ببرن، اسیری سخت است، زخم زبان، شلاق، تازیانه، گرسنگی و تشنگی اطفال صغیر، همه اینها 72 نفر شهید را که خودش پیش چشم خود دیده است، فرزندانش شهید شده است، برادرانش شهید شده است، برادرزاده هایش شهید شده است، باز توان تکلم برای زینب باقی است، باز توان دفاع از حق برای دختر امیر المؤمنین و دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها باقی است. امام سجاد علیه السلام می فرماید ان عمتی زینب مع تلک المصائب والمحن النازله بها فی طریقنا الى الشام، گرفتاری های بسیار سنگینی در مسیری کربلا تا کوفه، کوفه تا شام برای زینب کبری رخ داد. از جمله اون گرفتاری ها او توحید ابن زیاد بود. وقتی اسرا را با دست بسته در زنجیر به قصر ابن زیاد بردن، حضرت زینب کبری بدون اینکه به مجلس سلام بدهد وارد مجلس شد. ابن زیاد دید این دختری علی غرورش تا هنوز باقی است، تا هنوز شخصیتش خرد نشده است، تا هنوز احساسی این را دارد که در مقابل من بایستد و سر خم نکند. ابن زیاد گفت من هذه المنکره و من هذه المتکبره. این زن متکبره کیه؟ گفتن این دختر امیر المؤمنین زینب کبری است. و مجردی که ای را گفت، ابن زیاد گفت خوب شد که خدا شما را رسوا کرد، مردان شما را کشت و زنان شما را به دست ماها اسیر کرد. زینب کبری اون چنان از حق دفاع می کند، اون چنان خطبه می خواند،
و اون چنان خطبه ایراد میکند که شرق و غرب عالم، اونهایی که در مجلس ابن زیاد بودن، انگشت تعجب به دهن میگیرد و زیر دندان میگیرن. زینب در اونجا میگه ما رأیت منه الا جمیلا، ما از خدا جز نیکی ندیدیم. ذلیل شما اید، حقیر شما اید، پس شما اید، بی آبرو در پیشگاه خدا و در پیشگاه خلق خدا شما هستید. ما از مدینه که حرکت کردیم آمدیم به مکه، برای من زینب زیبا بود. از مکه که حرکت کردیم آمدیم به کربلا، برای من زینب زیبا بود. اتفاقاتی که در روز عاشورا افتاد، 72 نفر از خانواده ما از اصحاب امام حسین شهید شد. امام حسین شهید شد، تیر سه شعبه آمد، گوش تا گوش علی اصغر امام حسین را درید. برای دختر امیر المؤمنین زیبا بود. چرا زیبا بود؟ برای اینکه در همه اینها رضای خدا بود. چون رضای خدا بود، برای دختر علی زیبا بود. با همه این گرفتاری ها امام سجاد علیه السلام بیان می کند ان عمتی زینب مع تلک المصائب والمحن النازله بها، با همه گرفتاری ها و مشقت ها و زخم زبانی ها و تحقیر ها و توهین ها و اینکه از پشت بام کاسه های آتش، ظرف های خاکستر بالای سر اونها ریختن، میگه با همه این گرفتاری ها ما ترکت تهجده ها للیله، یک شب نماز شب زینب قضا نشده است. منتها گاهی نماز شب را استاده میخواند زینب، گاهی از بس خسته است، گاهی از بس ناراحتی جسمی و روحی دارد، نماز شبش را نشسته میخواند زینب. وقتی در مجلس یزید میرود، خطبه غرای ایراد میکند. خطبه زینب خیلی غراست. در اونجا حقایق را حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بازگو میکند. این زینب است که امام حسین علیه السلام از او میخواهد مرا در صلاتی در نماز شبت فراموش نکنی، برادرت را در نماز شبت فراموش نکنی. سال روز وفات دختر پیامبر اسلام زینب کبرا، دختر زهرای اطهر، دختر امیر المؤمنین را یک بار دیگر به محضر قطب عالم امکان مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف و شما نماز گزاران معزز و معظم تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علی و علی الفاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و القائم حجة المنتظر المهدی صلوات الله علیهم اجمعین و اللعن علی اعدائهم
من الان الى قیام یوم الدین. قال امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام واعلم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنا ببعضها عن بعض فمنها جنود الله ومنها کتاب العامة والخاصة ومنها قضات العدل ومنها عمال الانصاف والرفق ومنها اهل الجزية والخراج من اهل الذمة ومسلمة الناس ومنها التجار واهل الصناعات ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة وكل قد سمى الله له ووضع على حده فريضة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا عباد الله. در این ایام سال روز تولد حضرت امیر المؤمنین مولود کعبه هم هست که ولادت با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام را به محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه مسلمانان عالم و شیعیان عالم و برای شما نمازگزاران تبریک و تهنیت عرض می کنم. این خطبه امیر المؤمنین را که خدمت شما قرائت نمودم بخشی از نامه امیر المؤمنین برای مالک اشتر است. مالک اشتر را امیر المؤمنین به عنوان والی مصر فرستاد، چون مصر از غنای فرهنگی و از غنای اقتصادی در اون زمان برخوردار بود و دارای فرهنگ بود، دارای تمدن بود. لذا چون مردم مصر نسبت به جاهای دیگه تمدنش پیشرفته تر بود و دارای فرهنگ مستقل بودن، علی خواست برای اونها یک والی بفرستد که واقعا خدمت کند برای مردم. توصیه های کرد در این نامه برای مالک اشتر: هوشداری قدرت شما را مغرور نسازد و فریبت ندهد. هوشداری با مردم ظلم نکنی، با رعیت ظلم نکنی. هوشداری از دیگران بیشتر خرج و مصرف که بی مورد نداشته باشی. از این قبل تذکرات و دستوراتی که امیر المؤمنین برای مالک اشتر میدهد تا میرسد اینجا که علی مردم را و جامعه را به 7 طبقه تقسیم میکند. در این قسمتی از خطبه‌ای که من خدمت شما ترجمه میکنم، امیر المؤمنین مردم را به 7 قسمت تقسیم کرده است. چرا؟ برای اینکه خدا انسان را مدنی و طبع آفریده. انسان موجود اجتماعی است، به تنهایی نمیتواند زندگی کند. او وقت هر آدم یک نیاز خاصی برای خود دارد. هر جامعه‌ای، هر خانواده‌ای یک نیاز خاصی برای خود دارد. زن به تنهایی نمیتواند زندگی کند. مرد به تنهایی فارغ از جامعه نمیتواند زندگی کند. یک خانواده که به اطراف خود هیچ چیزی نداشته باشد، هیچ مردمی به اطراف اونها حضور نداشته باشند، نمیتواند نیازهای خود را و نیازهای خانواده خود را برطرف بسازد. لذا وقتی خدا انسان را مدنی آفریده است و موجود اجتماعی آفریده است، اجتماع نیازی به همه چیز دارد. لذا مردم دسته دسته می شود.
اجتماع نیازی به امنیت دارد، اجتماع نیازی به لباس دارد، اجتماع نیازی به غذا دارد، اجتماع نیازی به صنعت دارد، اجتماع نیازی به امر به معروف و نهی از منکر دارد، اجتماع نیازی به تجارت دارد، به همه چیز دارد، به روحانی دارد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اجمال قضیه را برای مالک اشتر بیان می کند، میگه بعلم بدان ای مالک ان الرعیت طبقات، مردم طبقه طبقه و دسته دسته هستن، یکسان نیستن. لا یصلح بعضها الا به بعض، تکمیل نمی شوند این طبقات، جامعه سالم نمی شود، جامعه تکمیل نمی شود مگر اینکه همه با هم باشن، همه دست به دست هم بدهن، همه برای آبادانی کشور، برای آبادانی جامعه، برای آبادانی خود، برای آبادانی فرهنگ خود همگی اقدام بکنن، هر کس با اون رشته‌ای که دارد، چون مردم با اون وظیفه او نیازمند است. ولا غنا به بعضها عن بعض، بی‌نیازی هم نیست که شما از من بی‌نیاز باشید من از شما بی‌نیاز باشم، خانواده زید از خانواده عمر بی‌نیاز باشد، خانواده عمر از خانواده زید بی‌نیاز باشد، تاجر از کشاورز بی‌نیاز باشد، کشاورز از تاجر بی‌نیاز باشد، هر دو از نیروی امنیتی بی‌نیاز باشند. همچون چیزی نیست، قابلیت زندگی را ندارد. بعد به عنوان اولین طبقه امیرالمؤمنین میگن منها جنود الله، طبقه اول این مردم و این جامعه جنود خدایان، لشکر خدایان. لشکر خدا کیه؟ نیروی امنیتی. لشکر خدا کیه؟ ارتش یک کشور، اردوی یک کشور، سرباز یک کشور، قوت نظامی یک کشور. اینا حافظ جان مردمان، حافظ مال مردمان، حافظ ناموس مردمان. تجاوزگران داخلی، اونهایی که به عرض دیگران تجاوز میکنن، به مال دیگران تجاوز میکنن، به خانه دیگران تجاوز میکنن، امنیتش توسط اینها گرفته میشود. تجاوزگران خارجی، دست خارجی که در کشور مداخله نکند و اون کشور سرنوشت خود را مردمش تعیین کند و مردمش رقم بزند، تجاوزات خارجی را ارتش اون کشور دفع می کند، از حریم ارضی و از حریم اقتصادی اون کشور، ارتش اون کشور، نظامیان اون کشور دفاع می کنند. پس همه مردم نیاز دارن به جنود الله، به سربازانی که برای خدا جهاد می کنند، به سربازانی که برای اسلام جهاد می کنند، به سربازانی که دین را حفظ می کند، به سربازانی که مکتب را حفظ می کند، به سربازانی که ناموس را، آبرویشان را حفظ می کنند. همگی نیازمند به اینهاست، چه معلم، چه استاد، چه کشاورز، چه تجار، چه دکاندار، چه موتروان، چه نانوا، هر چی در جامعه زندگی می کنند نیازی به نیروی امنیتی دارند، نیازی به جند الله دارد. منها جند الله. این یک، من خلاصه و فشرده خدمت شما عرض می کنم. حالا اگر جمعه های آینده بودم، تکمیله این خطبه امیرالمؤمنین را و این نامه امیرالمؤمنین را خدمت شما عرض خواهم کرد،
و اگر نبودم همین الان التماس دعا دارم از شما. و منها کتاب العامت و خاصه. دقت کنید برادران، فرمایش امیرالمؤمنین است. یک طبقه مردم قلم بدستان و نویسندگان و محققان و تاریخ نویسان است، هیچ کس از اینها به نیاز نیستند، نه حاکم و رئیس جمهور و پادشاه، نه وزیر، نه والی، هیچ کس از اینها بی نیاز نیستن. منتها بعضی کتاب و نویسنده‌ها نویسنده‌های عام است، بعضی کتاب و نویسنده‌ها نویسنده‌های خاص است. حالا یک نویسنده است واردات و صادرات و دخل و خرج دفتری رئیس جمهوری را محاسبه می کند، آمدها را ضبط می کند و ثبت می کند و می نویسد، اونایی را که بیرون می رود و خرج می شود و مصرف می کنند اونا را می نویسند، بودجه اونها را ثبت و ضبط می کند تا کسی این سرمایه ملی را ندزدد، قاچاق نکند، نرباید، دخل و خرج با هم بخورد، ورودی و دخولی هر دو ثبت باشد در حافظه کامپیوتر و در دفتر ریاست جمهوری. بعضی ها خب کتاب عامه هستن، مالیات عمومی را ثبت میکنن و میگیرن و خرج میکنن و به اهلش میسپارن. این دومین طبقه از طبقه مردم که امیرالمؤمنین تقسیم بندی کرده است. سومین طبقه و منها قضات العدل. سومین طبقه مردم قاضی های عادل است، نه این قاضی هایی که رشوت خورن، اگر یک دعوایی یک مرافعه در یک روز حل و فصل شود او را به سال می کشاند تا رشوت نگیرد اون پرونده را مختومه اعلان نمی کند، اینها نه، امیرالمؤمنین قاضی را می آورد، اسمش را، صفتش را هم می آورد، خصیصه قاضی را هم می آورد. خصیصه این قاضی چیست؟ قاضی عادل، قاضی که به خدا ایمان دارد، به پیامبرش ایمان دارد، به قیامتش ایمان دارد، به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایمان دارد، به جزای روز قیامت ایمان دارد. جامعه از این هم بی نیاز نیست. اگر دو آدم با بین خود دعوا و مرافعه داشته باشند، این دعوا را کی باید حل و فصل کند؟ این مرافعه را کی باید از بین ببرد؟ باید این قاضی عادل باشد که حق را به حقدار برساند، دست ظالم را از مال مردم، از عرض و آبروی مردم قطع کند و کوتاه کند. این سومین طبقه یا سومین طایفه از طایفه یک جامعه برای اینها نیاز دارند. چهارمین طبقه عمال الانصاف و رفق. عمال الانصاف، عمال برای این مأمورهای دولتی میگویند، اینا یک منصب دولتی دارند. حالا چی در زمینه دفاعی، به عبارت دیگر در وزارت دفاع کار میکند بخش ملکیش، و چی در بقیه وزارت خانه ها کار میکنند، وزارت تجارت و وزارت صنعت و حالا نمیدونیم وزارت علوم و وزارت اقتصاد و برای اینها کار میکنند. اون هم اهل انصافن. اهل انصاف هستن یعنی وقت را دزدی نمی کند، چون مأمور دولت وقت حقوق می گیرد از یک دولت، از ساعت 8 تا ساعت 4 مال خودش نیست، نمی تواند با خانواده خود تلفنی صحبت کند، وقت مراجعین را بگیرد. این را میگه عمالی که توأمی با انصاف است، مأموری که انصاف را مراعات می کند، برای مردم کار می کند، برای دولت کار می کند، برای جامعه کار می کند.
هم منصف است این عمال و هم اهل رفق و مداراست. اگر مراجعه کننده به اداره عمومی آید، با خشم، با تندخویی، با بد اخلاقی با او برخورد نمی کند، با رفق، با مدارا، با جبین باز با او برخورد می کند. اگر نقص در کارش بود، از او معذرت خواهی می کند و حلالیت می طلبد. این یک طایفه از مردم است که باز هیچ کس از این طایفه در جامعه بی نیاز نیست، همگی نیازمندی به همچون اشخاصی است. و منها اهل الجزیت و الخراج، پنجمین طبقه اهل جزیه هست، کافری ذمی در کشور مسلمان زندگی می کند، اندک جزیه می دهد، مالش، آبرویش، دینش، آزادیش در اونجا محفوظ است. حکومت اسلامی وظیفه دارد که امنیت جانی، مالی، اعتقادی، ناموسی، آبرویی، همه امنیت های اونها را بگیرد. در بدل این که او جزیه می دهد، یک مقدار پول در اختیار حکومت اسلامی می دهد و مسلمت ناس و همچنین مسلمانان از مردم که زمین خراجی را پشت می کنند. گاهی در بین مردم ما و شما هم رسم و رواج است، یک تاجری یا یک کشاورزی زمین دولتی را می گیرد اجاره، 3% را خودش می گیرد، 1/3 را برای دولت تسلیم می کنند. جامعه از اینها هم بی نیاز نیستند. منها تجار و اهل صناعات، یک طایفه از طوائف جامعه تاجران و اهل صناعت هستند. یک جوان مبتکر پیدا می شود، یک کارخانه صنعتی ایجاد می کند، 100 جوان در اونجا برایش ایجاد شغل می شه. این خدمت است، این عبادت است. مردم به همچون فکری نیاز دارد، دولت به همچون ابتکاری نیاز دارد. از این شخص باید تشویق شود و تقدیر شود و خدمات در اختیار او گذاشته شود. و منها الطبقه السفلا، هفتمین طبقه مردم، به بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، طبقه پایین مردم است. حالا این عام است، طبقه پایین مردم یعنی محاسن سفیدان، پیر مردان و پیر زنانی که دستش از جاهای دیگر کوتاه شده است، درآمد ندارد، دولت باید برای اینها درآمد بدهد. یا نه، امروز سراسر جامعه ما شما را فقر محاصره کرده است و احاطه کرده است، دولت باید برای این فقرا رسیدگی کند. اگر یک نفری در یک خانه، اگر یک بچه در یک خانه از گرسنگی اذیت می شود، مسئولیتش را حاکمان کشور دارد، مسئولیتش را زمامداران کشور دارد. اینا طبقه سفلای جامعه هم، کشور از اینها هم نمی شود آری باشد، جامعه باشد ولی جامعه فقیر نباشد. فقر یک امر نسبی است، گاهی میزانش در جامعه زیاد است، مثل جامعه من و شما، گاهی نه میزانش کم است. کشورهای صنعتی، اونهایی که اهل اقتصاد هستند، میزان فقر در اونجاها کم است. اون هم برای این نیست که اونها تنبلی کرده ان یا کار نکرده ان، یک سرمایه خدادی، نه، کار کرده ان، 24 ساعت زحمت کشیده ان، حاکمان امین داشته ان، به نفع مردم کار کرده ان. جامعه از اینها هم استثنا نیست، حکومت برای اینها رسیدگی میکنه. مناسبت دیگه ای که من لازم دادم دیدم در اینجا یاد آوری کنم، این شادوزدی شیطان بزرگ است که حدود 3.5 میلیارد دلار مردم افغانستان را غارت کرده است و اونا را برای
آسیب دیده های حادثه 11 سپتامبر اختصاص داده است. این دولت غاصب، این دولت دوز، این دولت چپاولگر، این قدرت بی آبرو، این قدرتی که در همه جای عالم فتنه ایجاد کرده است، هر جای پای او آمده است، آتش در اونجا زبانه می زند، بدبختی در اونجا زبانه می زند، به خصوص در بین کشورهای اسلامی که سیاست خبیثانه او این است که باید جامعه اسلامی را از بیخ و بن خراب کند تا دوباره این مسلمان ها و کشورهای اسلامی نیازمند جهان غرب شود. از این مردم فقیر، از این مردمی که 20 سال دارایی اونها را دزدید و چپاول کرد و نابود کرد، کشور را خراب کرد، نه تنها 20 سال، 50 سال است این دولت خبیث در افغانستان مداخله می کند، افغانستان را ویران کرد، نفاق قومیتی آورد، نفاق زبانی آورد، زیربناهای افغانستان را نابود کرد، معادن افغانستان را دزدید، امروز سرمایه مردم افغانستان را دزدی کرده است. این مال یک جناح نیست، این پول مال یک قوم نیست، مال یک گروه نیست، از طفل شیرخوار تا پیرمرد 100 ساله و پیرزن 100 ساله مالک این پول است. ما محکوم میکنیم این دزدی بین المللی، این شادزد بین الملل را. تکبیر الله، از خدا میخواهیم که ریشه ظلم او را قطع کند تا بشریت از شر این خبیث راحت شود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.